پسر در جستجوی اقامت در کانادا و یک شکست سیاسی دیگر برای پدر در تهران، تازه ترین رسوایی خانواده سردار سرتیپ پاسدار، خلبان دکتر محمد باقر قالیباف و حمایت دوباره خامنه ای از مردی برای تمام فصول فساد. اسحاق پسر 1,000,000 تومانی قالیباف چطور میخواهد اقامت کانادا را بگیرد؟ جایی به قوه قضاییه بدیم، بگیم ما به عنوان نامزد اموال ما و بستگان درجه یکمون چقدره که مردم بدونن با چه کسی طرفن. سخنان رئیس فعلی مجلس در مناظره انتخابات ریاست جمهوری سال 96، زمانی که او تلاش میکرد به رغم کارنامه پربار فساد مالی خودش را نماینده مستضعفین یا همان 4% ها نشان دهد. چند روز بعد قالیباف لیست اموال خود و خانوادهش را به قوه قضاییه و رسانه ها داد، لیستی که بر اساس آن ادعا میکرد تنها 18,000,000 تومان در حسابش دارد. اما نکته جالب لیست اموال تنها فرزند تحت تکفلش بود، اسحاق، که به گفته قالیباف یک موتورسیکلت دارد و یک پاترول مدل 71 و تنها 1,000,000 تومان در حسابش. همان موقع علی قفاریان، روزنامه‌نگار اصولگرا و مدیر مسئول پایگاه خبری سرات نیوز، فاش کرد که اسحاق برخلاف ادعای پدرش در استرالیا مشغول تحصیل است. این روزنامه‌نگار سال 99 فاش کرد که اسحاق رانت فروش عمده گوشت را در زمان شهرداری پدرش در اختیار گرفته. حالا اما بر اساس اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال مشخص شده که اسحاق قالیباف وزارت مهاجرت کانادا را بر سر درخواست اقامتش در این کشور به دادگاه کشانده. در این سند مشخص شده که اسحاق قالیباف حدود 5 سال پیش از طریق سیستم اکسپرس اینتری برای اقامت دائم در کانادا درخواست داده به عنوان نیروی کار ماهر، تقاضایی که پاسخش به دلیل بررسی سوابق امنیتی 4.5 سال طول کشیده. ثبت درخواست این ویزای کانادا بدون در نظر گرفتن پول وکیل حدود $1,400 کانادا هزینه دارد، معادل 59,000,000 تومان، یعنی 58,000,000 تومان بیشتر از پولی که قالیباف ادعا میکرد پسرش در حسابش دارد. در دادخواست ثبت شده در دادگاه فدرال کانادا آمده از طرف اسحاق قالیباف چندین بار به پیر پالیفر، رهبر حزب محافظه‌کار کانادا، برای پادرمیانی مراجعه شده و دفتر آقای پالیف چندین بار درباره پرونده‌اش استعلام کرده. دفتر رهبر حزب محافظه‌کار کانادا به ایران اینترنشنال گفته او هیچ توصیه‌نامه‌ای در حمایت از اعطای ویزا یا اقامت به فرزند محمد باقر قالیباف ارائه نکرده. اسحاق قالیباف از مدتی قبل برای تسریع در روند مهاجرتش یکی از وکلای گران قیمت کانادا را استخدام کرد و نهایتاً آبان ماه گذشته دادگاه فدرال به نفع او رأی داد و از وزارت مهاجرت کانادا خواست ظرف 60 روز به درخواست او پاسخ بدهد، اگرچه 3 مقام کانادایی به ایران اینترنشنال گفتند پس از 105 روز هنوز به درخواست او پاسخ داده نشده. این خبر در ایران فشارها بر قالیباف را افزایش داده. برخی از منتقدان معتقدند شورای نگهبان باید صلاحیت او را در انتخابات پیش رو رد کند، با این استدلال که یکی از دلایل رد صلاحیت علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 تحصیل فرزندانش در خارج از کشور بوده و حالا فرزند قالیباف در پی اقامت دائم در کشوری است که اصلا با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک ندارد. در این مدت نزدیکان قالیباف در صدد توجیه این رسوایی هستند، از جمله جلیل محبی، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس و دبیر پیشین ستاد امر به معروف و نهی از منکر، که این خبر را توطئه جبهه پایداری برای حذف قالیباف خواند. پسر قالیباف با موتور اومد اینجا دمه استودیوی شما که اونورتر من باش حرف زدم، الان اومدم اینجا. این میگه که من باید پول میریختم، پول کلوم میدادم که بتونم دانشجوی بین المللی باشم، اینترنشنال استودنت باشم، مثلا دانشجوی بین المللی باشم. برای اینکه این کارو نکنم رفتم یک درخواستی دادم و گفتم من مهارت دارم، برای مهارتم به من اقامت بدین. روایتی کاملا خلاف واقع. بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال، اسحاق دو بار در سالهای 2013 و 2018 برای ویزای تحصیلی در کانادا اقدام کرد اما هر دوبار درخواستش رد شد. کسی که در دوره کارشناسی در دانشگاه آزاد در دستهای ریاضی 1 و 2 نمره زیر 10 گرفته بود،
این تنها رسوایی خانوادگی قالیباف نبوده. کسی که خودش را مدیر جهادی می‌خواند اما در دوره مدیریتش در شهرداری تهران انواع و اقسام فسادهای مالی را تجربه کرد. تنها در یک مورد او به خیریه متوسلین امام رضا متعلق به همسرش زهرا مشیرالاستخاره 60 میلیارد تومان کمک بلاعوض کرد. فروردین ماه سال 1400 در جریان پرونده سیسمونی گیت فاش شد که دختر و همسر قالیباف برای تهیه سیسمونی نوه او به استانبول رفتند و با 20 چمدان برگشتند. نه اینها و نه افشای پرونده فساد 13 هزار میلیارد تومانی قالیباف و بنیاد تعاون سپاه در شهرداری تهران ذره‌ای در رابطه خامنه‌ای و قالیباف خلل ایجاد نکرده. رهبر جمهوری اسلامی در تمام این سالها پای رئیس مجلس ایستاده، در حالی که دوشنبه قائم مقام بنیاد ملی نخبگان از تفاهم با پلیس برای برخورد با دفاتر مهاجرتی و جلوگیری از مهاجرت نخبگان خبر داده، خامنه‌ای یک شنبه بعد از افشای رسوایی جدید خانواده قالیباف مهاجرت نیروهای نخبه را نشاندهنده قدرت ایران خواند. روی دیگری این قضیه چیه؟ امروز دنیا به پزشک ما، به مهندس ما، به حقوقدان ما، به خلبان ما امروز احتیاج داره. حمایت همه جانبه رهبر نظام از خانواده‌ای که جزو نخبگان فساد در جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. خانواده‌ای به رهبری فاسدترین سردار مجتبی پورمحسن، لندن.